کردهای خراسان برای دفاع از مرزهای شرقی کشور از آذربایجان به شمال خراسان تبعید شدند. تا کی میخواید اینا رو باور کنید؟ مهمله برادر من، مزخرفه، دروغه. اینا مزخرفاتیه که پهلوی اول به خورده کردهای کرمانج خراسان داده و متاسفانه میبینیم که هر روز هم بین خودشون و بین ما داره این مزخرفات تکرار میشه. رضاخان و کسایی مثل فروغی این مزخرفاتو به خورد شما دادن تا راحتتر کرمانجهایی هم که باقی مونده بودن توی ماکو و ضلع شرقی آگری یا آرارات بتونن به شمال و مرکز ایران تبعید کنن، تا راحتتر بتونن هندونه زیر بغلشون بدن، تا راحتتر ضلع شرقی آرارات رو به ترکیه بفروشن، تا یکی از دلایل کشتار صدها هزار کرد در آگری و دره زیلان بشن. اولا در زمان صفوی، زمانی که کردهای کرمانج به خراسان تبعید شدند، قسمت بزرگی از ترکمنستان و افغانستان جز دولت صفوی بود. یعنی عملا شما به مرکز کشور تبعید شدید. کدوم مرز شرقی؟ اگه میخوای بدونی داستان چیه، هر کرد کرمانجی در خراسان باید داستان قلعه دمدم رو بلد باشه. موضوع به حدی آشکاره که حتی لازم نیست بری دنبال کتابای زیادی بگردی، با یه سرچ توی اینترنت میتونی بفهمی که ماجرای قلعه دمدم در غرب دریاچه ارومیه و شهر ارومیه چی بود. دولت صفوی فرمانده جنگی بزرگی به اسم امیرخان برادوست داشت، از ایل برادوست و از کردهای کرمانج غرب دریاچه ارومیه بود. امیرخان برادوست فرمانده لایقی بود که توی جنگ‌های قفقاز یه دستشو از دست داده بود و یه دست طلا براش درست کرده بودن. به همین دلیل به زبان کردی کرمانجی بهش میگفتن امیرخانی لپزرین، یعنی دست طلا. امیرخان بعد از اینکه دستشو از دست داد، فرماندهی جنگ توی سپاه صفوی یکم براش مشکل بود. به همین دلیل حاکم آذربایجان کنونی و جنوب قفقاز شد. امیرخان کل زندگیش رو توی دربار صفوی گذرونده بود. به همین دلیل به محض اینکه به ارومیه برگشت و با همزبوناش هم کلام شد، احساسات ناسیونالیستی پیدا کرد. همونجور که گفتم فرمانده لایق و دانایی بود. پس نقشه کشید تا دولت عثمانی و صفوی رو به جون هم بندازه و اعلام استقلال کنه. برای همین هم چندین بار با هر کدوم از این دولت‌ها هم پیمان شد. از خود داستان قلعه دمدم بگذریم، چون کتابای زیادی در موردش هست، میتونید برید بخونید. در نهایت با حمله همزمان دولت عثمانی و دولت صفوی و خیانت یک ایل کرد که اونا هم کرمانج بودن و با 10,000 نیرو پیش قراول ارتش صفوی بودن، بالاخره بعد از 6 ماه محاصره قلعه دمدم قلعه شکست خورد. به محض شکست امیرخان برادوست، خود ایل برادوست به داخل خاک عثمانی عقب نشینی کردن. حالا شاید بپرسید این چه ربطی به کردهای خراسان داره؟ تا قبل از شکست امیرخان برادوست فقط ایل شادلو و اطرافیانش بودن که به خراسان کوچانده شده بودن. به محض شکست امیرخان، دولت صفوی نزدیک به 80% کردهای کرمانج در شمال غربی، غرب و جنوب غربی دریاچه ارومیه رو اول به شمال ایران و بعد به خراسان کوچاند. دلیلش هم مرزداری نبود، چون همونجوری که گفتم اون قسمت اون موقع وسط کشور بود و تنها تهدیداتی که داشت قبایل ترکمن بود که خود حکومت میتونست در برابرشون بایسته. شما رو کوچ دادن که عقیمتون کنن، شما رو کوچ دادن که زبانتون از بین بره. که مثل امروز 90%تون با بچه هاتون به زبان مادری حرف نزنید، که مثل امروز لباستون رو از یاد ببرید، لباس ترکمنی بپوشید، که مثل امروز من همزبونت مجبور باشم به یه زبان دیگه با تو حرف بزنم. برادر کرمانج من، دلیل تبعید تو سرکشیت بود، دلیل تبعید تو همراه بودنت با امیر برادوست و تمام اون مزخرفاتی که الان به شما میگن مهملاتی بود که پهلوی اول به خورد شما داد. پس به جای این که بیای زیر پست من بنویسی مالاوا سر لجور بجی، لباس خودتو بپوش، با بچت به زبون خودت حرف بزن و اصالت خودت رو حفظ کن. فردا دیره، امروز انجام بده، وگرنه روزی به شدت پشیمون خواهی شد و بچت نمیدونه کیه، چه هویتی داره و از کجا اومده.